سلام، من فراز هستم و اینجا پرشین فوربس و با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار در مورد زندانی شدن 13 بچه در خانه وحشت میگیم. پس تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید و این ویدیو رو از دست ندید. قبل از شروع ما رو سابسکرایب کنید و روی زنگوله هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما هم با خبر بشید. تو ژانویه 2018 گزارش عجیبی به دست پلیس کالیفرنیا رسید. یه نوجوان 17 ساله مضطرب به پلیس تلفن میزنه و میگه پدر و مادرش اون و 12 خواهر و برادر دیگر رو توی خونه در شرایط بسیار وحشتناکی زندانی کرده. نیروهای پلیس به سرعت عازم اون خونه میشن و شاهد صحنه باور نکردنی میشن. به محض ورود نیروهای پلیس به خونه یه خانواده تورپین، بوی بد خونه که شبیه بوی غذای مونده و فضولات انسان بود به مشامشون خورد. خونه بسیار کثیف و به هم ریخته بود. 12 فرزند 29 تا 2 ساله در اون خونه بودند که بعضی از اونها با زنجیر یا دستبند بسته شده بودند و همگی لاغر و نحیف بودند. بزرگترین فرزندشون دختری 29 ساله بود که پلیسا از روی ظاهر لاغر و ضعیفش ابتدا تصور کردند حد اکثر 17 ساله باشه. همه بچه‌ها به سرعت به بیمارستان برده شدند تا به خاطر سوء تغذیه تحت درمان قرار بگیرند. والدین این بچه‌ها هم دستگیر شدند. مشخص شد که دیوید و لوئیس تورپین از ابتدای تولد 13 فرزندشون با قوانین سخت و طاقت فرسا بچه‌ها رو تحت فشار می‌ذاشتن. اونها میتونستن روزی یک بار غذا بخورن و فقط سالی یک بار حموم کنن. همه ی مردم وقتی این ماجرا رو شنیدن اسم خونه ی اونها رو خونه ی وحشت گذاشتن. نقشه ی فرار رو هم بچه‌ها که شدیداً از پدر و مادرشون میترسیدن در طول 2 سال با هم کشیده بودن. جردن دختر 17 ساله به سختی تونسته بود در موقعیت مناسب فرار کنه و به پلیس اطلاع بده. این بچه‌ها تقریباً هیچ وقت غذای درست حسابی نخورده بودند. پدر و مادر این بچه‌ها دیوید و لوئیس تورپین محکوم به حبس ابد شدند و طبق رأی دادگاه حق هیچ گونه تماسی با فرزندانشون رو نداشتند. شما نظرتون چیه؟ لطفاً نظراتتون رو در مورد این بچه‌ها و زندانی شدنشون توسط پدر و مادرشون رو پایین همین ویدیو برای ما به اشتراک بذارید. اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و ویدیوهامون حمایت کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.